درود به شما دوستای خوبم. در یک ویدیوی خیلی جالبی دیگر قرار یک موضوع بسیار مهم که او هم آبیاری خزانی هست برای شما با جزئیات تشریح کنم که آیا آبیاری خزانی مهم هست، آبیاری کنیم چقدر مهم است و ما چقدر باید آبیاری کنیم و کدام ساحات باید آبیاری شود، کدام زمان باید آبیاری شود. تمام این موضوعات را در این ویدیو ما شما با هم یاد میگیریم، پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خوش آمدین دوستای عزیز به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و انشالله ما شما آبیاری خزانی را تحت مطالعه قرار میدیم. دوستای عزیز، در قسمت اول آبیاری خزانی بسیار حیاتی و مهم هست برای زنده ماندن درختان شما در جریان زمستان، خیلی مهم هست. پس دوستای عزیز، شما ایره باید حتما آبیاری کنید. ایره در ذهنتان بگیرین که وقتی که درختان شما بزرگ میشه در جریان بهار، در جریان تابستان، شما منظم آبیاری میکنین. وقتی میوه هایش چیدین و نوشیجان کردین، دیگه ولش میکنین، دیگه میگین که حالا میوه را گرفتیم، دیگه منظم آبیاری نمیکنین، درست کار نمیکنین. در اصل وقتی که میوه ها را گرفتین، فعالیت درختان شما بعد از او شروع میشه. برای سال آینده که میوه های جدید را به وجود بیاره، باید پندوک قدرتمند داشته باشه، ریشه بسیار غنی داشته باشه که مواد غذایی را جذب کرده باشه، تا اینکه در جریان فصل بهار و تابستان برای میوه شما غذا رسانده بتونه. دوستای عزیز، پس کوتاه فکری نباید بکنیم و منظم قسمی که شما آب میدادین منظم باید آبیاری شود. خب اگر مثلا در جریان گرمای تابستان در هر هفته آبیاری میکردین، میتونین در جریان خزان در هر 8 روز یا 10 روز منظم آبیاری کنین. دوستای عزیز، ریشه های مویک مانند یا ریشه های آبجذبان، میفهمین در کجا قرار داره؟ ریشه های مویک مانند یا آبجذبان دقیقا در درخت 5 ساله و 7 ساله رو در نظر بگیریم، از 30 الی 40 سانت دورتر از اطراف درخت به دور قرار داره و زیر از او شاخه هایی که هر قدر که شاخه زده مستقیما زیرش او شاخه ها، او ریشه های آب جذبان و ریشه هایی که مواد غذایی را جذب میکنه، آب را جذب میکنه قرار داره. پس اگر این را در نظر بگیریم، در کدام موقعیت خاک قرار داره؟ مثلا 1 متر پایین قرار داره، در سطح خاک قرار داره، در کجا قرار داره؟ ایره ما شما اگر تحلیل تجزیه کنیم، شما هم میتونین ایره عملا ببینین. از 20 سانتی الی 40 سانتی خاک، مثلا شما 20 سانتی خاک را میکنین، اینجا ریشه های آب جذبان و ریشه های مویک مانند قرار داره. از 20 سانتی تا 40 سانتی خود زمین را ریشه های آب جذبان قرار داره، ریشه های قرار داره که مواد غذایی باید جذب بکنه. ریشه های دبل دبل دوستای عزیز که شما میبینین، خب دبل است، اونا نمیتونه غذا را جذب کنه، اونا فقط لوله های انتقال هست که از طریق پوست از او انتقال میکنه، از ریشه به شاخه ها و از شاخه ها به ریشه ها، پس اونا نمیتونه آب جذب کنه. ریشه های مویک مانندی که در اطراف او قرار داره، معمولا نزدیک به سطح زمین است، او ریشه ها آب را جذب میکنه. پس اگر دوستای عزیز شما در جریان خزان درختانتان آبیاری نکنین و فکر کنین که خزان شده، برف میباره، بارش میباره، در جریان فصل زمستان احتمال خیلی زیاد داره که درختان شما را سرما بزنه. معمولا در مناطق سردسیر اگر آبیاری نکنه، احتمال خیلی زیاد داره که پندوک هاش سرما بزنه، یک شاخش خشک کنه سرما بزنه و ریشهش سرما بزنه. شما میگین که درخت ما مریض شده، پیش کدام دکتر نباتی میبرین که درخت ما یک شاخش خشک شده؟ او هم گنگس میشه که چطور شد که درختشون خشک شد، میگه یا قارچی است یا کدام، به جنجال خودتانم میندازین و او کسی که تشخیص میتونم میندازین. پس دوستای عزیز، برای که شما آبیاری کنین، چگونه باید آبیاری کنین؟ در قدم اول دوستای عزیز، شما باید درختتان را اطرافشان را خوب درست نرم کنین، خوب درست نرم بکنین، به اندازه یک پابل خوب بل بزنین، خوب درست چهار اطرافش شما میبینین چقدر منظم بل زده شده و درست کار شده. این قسم شما خوب نرم میکنین و بعدش دوستای عزیز یک چاله با نوک بل میکنین و خوب منظم آب میتین. در آخرین آبیاریه که مثلا شما نزدیک به زمستان میشین، من در حرف میزنم، مثلا نزدیک به زمستان، شما
ای کار را میکنین، یعنی قسمی آب میتین درختان هم تو خوب سیر شوه که از انی 20 سانتی تا همون 40 سانتی که ما گفتیم ریشه آب جذبان قرار داره باید آب برسه. وقتی که شما یک چوب را میگیرین به اندازه نیم متر باشه یا کدام آهن غرق میکنین به زمین، باید در او 40 سانتی آب رسیده باشه. او موقعی است که درخت شما را نه سرما میزنه و درخت شما یک درختی از لحاظ آبی غنی میشه، آب به اندازه کافی جذب میکنه و ای باعث میشه که از سرمازدگی و یخزدگی زمستان جلوگیری کنه. پس حتما آبیاری کنین دوستای عزیز، هیچ وقت گلی را نخورین که حال میوهشان گرفته شده، برگاهشان ریخته، دیگه نیاز به آب نداره. اصلی نیاز آبیشان در جریان فصل خزان است، چون جریان فصل خزان مواد غذایی را جذب میکنه، زمستان غذا را جذب میکنه. پس باید ریشه شان آب داشته باشد تا مواد غذایی را جذب کنه. آب یک کاتالیست بسیار کلان است که میتونه مواد غذایی را تجزیه کنه، نرم بسازه و قابل جذب ریشه ها بسازه. پس یادتان نره دوستای عزیز که در جریان فصل خزان هم آبیاری کنید و در جریان زمستان دوستای عزیز بعضی وقتهایی را که شما میبینین امشب خیلی سرد هست، شما برای جلوگیری از یخزدگی میتونین درختانتان آب بدین. این آب دادن باعث میشه که در سطح خاک یک کریستال یخزدگی تشکیل شود. وقتی کریستال تشکیل شد، سرما از سطح زمین نفوذ کرده نمیتونه به داخل زمین. این کریستال یخزدگی رو جلوگیری میکنه. شما نترسین دوستای عزیز که در جریان زمستان آب بتین، درختان شما رو خشک میکنه، این محافظت میکنه. پس خزان هم مهم است و زمستان هم مهم است. امیدوارم که تمام نکات کلیدی و حیاتی رو در ذهن خود گرفته باشین دوستای عزیز. یک لایک جانانه هم بکنین تا ما انرژی بگیریم و دوستای عزیزی که تازه کانال رو میبینن یک سابسکرایب جانانه کنین تا اینکه ویدیوهای جدید ساخته میشه شما از اون ویدیوها جا نمانین. الله یارو نگهدارتون.